سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین. این ویدیو رو دارم برای این میسازم چون خیلی درخواست داشتم توی اینستاگرامم که بهم گفتن لطفاً شما که آمریکا زندگی میکنی یه مقدار از هزینه های زندگی بهمون بگو اینترنت هزینه چقدر ماهی، بهمون بگو برق و آب و مثلا هزینه کرایه خونه چقدره. امروز میخوام یه مقدار راجع به این چیزا باهاتون صحبت کنم. خب به نظر من یکی از گرونترین چیزهایی که ما همیشه باش روبرو هستیم خونه است. کرایه خونه یا اگه بخوایم خونه بخریم. برای اینکه توی آمریکا متوجه بشیم هزینه های خونه چقدره، حالا چه کرایه یا مثلا خرید، باید توجه کنیم که کدوم ایالت آمریکا داریم زندگی میکنیم، چون ایالت های مختلف با هم هزینه هاشون خیلی متفاوته، مخصوصا هزینه خونه، چه خریدش چه کرایش. شاید براتون جالب باشه بدونین که گرونترین ایالتی که توی آمریکا میتونین توش خونه بخرین ایالت هاواییه. خود من همیشه فکر کنم کالیفرنیا از همینجا گرونتره، ولی خب فکر میکنم بعد از هاوایی کالیفرنیا باشه. اگر میانگین قیمت خونه ها رو توی هاوایی نگاه کنیم از 600 هزار تا شروع میشه تا 800 هزار تا. البته این یک میانگین کلی راجع به تمام قسمت های این ایالت، ممکنه تو بعض قسمت ها و تو بعض شهرها حتی گرونتر هم باشه. مثلا همینطور تو ایالت کالیفرنیا میانگین قیمت خونه هم تو کالیفرنیا بین 500 600 تا 700 800 هزار تا ذکر میشه. اما این هزینه ها و این قیمت ها دقیقا اون چیزی که شما فکرشون میکنید نیست. وقتی وارد ایالت کالیفرنیا بشید، از بس این ایالت وسیعه، شهرهای مختلف قیمت های خونه هاش با هم متفاوته. شاید تو بعضی از شهرهای کالیفرنیا که دورتر از شهرهای بزرگ و پایتخت هستن خونه های 200 هزار دلاری هم بتونید پیدا بکنید. اما اگر توی لس آنجلس باشین و یا حتی شاید توی شهر خیلی گرون مثلا بیورلی هیلز که یکی از جاهای گرون تو کل آمریکا هست باشین، شاید یه آپارتمان کوچیک یه خوابه رو زیر 1-2 میلیون حتی نتونید پیدا کنید. شاید براتون جالب باشه بدونین که ایالت میسیسیپی ارزون ترین جایی هست که توی آمریکا میتونید توش زندگی کنید. میانگین قیمت خونه ها تو ایالت میسیسیپی از 115 تا 157 هزار دلار بیشتر نیست. البته خب شاید بعضی جاهای این ایالت از این هم بیشتر باشه، ولی کلن ارزون ترین ایالت آمریکا از لحاظ قیمت خونه ایالت میسیسیپیه که البته چیز خاصی هم برای تعریف نداره این ایالت. حالا اگه بخوایم جاهایی که کلن گرونتر هستن، ایالتهای گرونتر رو توی آمریکا در نظر بگیریم و براتون نام ببرم، ایالتهایی که در قسمت غرب و شرق آمریکا هستن معمولا گرونتر هستن. غرب آمریکا مثل ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و ایالت واشنگتن. شرق آمریکا مثل چی؟ مثل نیوجرسی، مثل نیویورک، مثل کنتیکت و به همین شکل. هر ایالتی که با آب و اقیانوس همجوار باشه و ساحلی باشه معمولاً گرون‌تره. هرچی به قسمت مرکز و جنوب آمریکا پیش می‌ریم، قیمت خونه‌ها ارزون‌تر میشه. ایالت میسیسیپی یکی از ایالت‌های مرکزی و جنوبی آمریکاست، برای همین خیلی ارزونه. همینطور ایالت تگزاس یک ایالت پهناور و وسیع با قیمت‌های بسیار پایینه. قیمت خونه‌ها توی تگزاس از 172 تا 290 هزار دلاره. فلوریدا هم جزو ایالت‌های متوسط به حساب میاد، از 200 هزار دلار تا 350 هزار دلار قیمت‌های خونش ارزیابی شدن. ولی خب همونطور که گفتم بستگی داره تو کدوم شهر باشین، توی پایتخت باشین، توی بزرگترین شهر اون ایالت باشین یا توی شهرهای هومه و خارج از به قول معروف جاهای شلوغ باشین، خب مسلماً قیمت خونه ها ارزون تر میشه. بریم سراغ قیمت غذاها. شما برای اینکه بتونین توی آمریکا یه فیله مرغ به اندازه 1 پوند که همون حدود 400-500 گرم یا همون حدودا نیم کیلو باشه بخرین، باید حدود 4 دلار تا 5-6 دلار رو در نظر براش بگیرید. یک گالون شیر اگر بخواید بخرین هولوش 3-4 دلاره قیمتش. یک پوند برنج حدود 2 دلار میشه هزینش. 12 تا تخم مرغ حدود 3 دلاره. گوشت بیف یک پوندش بین 4 تا 10 دلار متغیره. بستگی به برند و سوپرمارکتی که میرین داره. هر پوند نون همون 400 گرم خودمون هولوش 2 دلاره. یه استیک هر پوندش حدوداً 10 دلار. یه پوند سیب زمینی رو با 1 دلار هم میتونید پیدا کنید.
هر پوند شکر حدود 1 دلار، هر گالون بنزین که حدوداً 3.78 لیتر میشه 5.8 دلار شده، که البته قیمت بنزین تو ایالت های مختلف خیلی متغیره. مثلا تو ایالت کالیفرنیا خیلی بیشتر از بقیه جاهاست. هر کیلووات برق 16 صدم دلاره، یعنی 16 سنت. هر پوند ماکارونی 1.3 دلاره. حالا قیمت ماشین چطور؟ شما برای اینکه یه ماشین نوه خیلی معمولی با یه برند عادی توی آمریکا بتونیم بخریم، مثل هوندا، مثلا فرض کنیم مدل هوندا سیویک مدل 2022 و نو بخوایم بخرین، هول و هوش 22,000 دلار باید هزینه کنین، که البته اینجا خرید همه چیز با وام هست، میتونید وام بگیرید برای خرید ماشین. تویوتا کورولا هول و هوش 20,000 دلار، و همینطور اگه بخوایم این سراغ ماشین های با کیفیت بهتر، مثلا فورد 27,000 دلار، و به همین شکل ماشین های لاکچری مثل تسلا تا حتی 100,000 دلار هم میرسن. اما شرایط خرید خونه توی آمریکا چجوریه؟ اینجا کسی معمولا نقد کامل خونه نمیخره، مگر اینکه جزء سرمایه‌دارها و بیلیونرها باشید، میتونید نقد خونتون رو بخرین. اما اکثر مردم طبقه متوسط وام میگیرن. وام خونه اینجا معمولا 30 سال است. هولوش 5-10% قیمت کل خونه رو پیش پرداخت میکنید. در واقع خونه رو بانک براتون میخره و بقیه هزینه‌اش رو براتون ماه به ماه ارزیابی میکنه، که شما میتونید اون هزینه وام رو ماهیانه بر طبق درآمد خودتون پرداخت کنید. امیدوارم این اطلاعاتی که بهتون دادم مفید بوده باشه. توی ویدیوهای بعدی دلم میخواد قیمت کشور آمریکا با کشورهای اروپایی، مثلا کشوری که خودم تو زندگی کردم و تجربه دارم، کشور سوئد رو براتون عنوان کنم. فعلا خدافظ.